اول کسی که در تاریخ هست آمده و به زیارت امام حسین جابر ابن عبدالله انصاریه. شما ببینید در داستان زیارت جابر ابن عبدالله یک شاه نگینی می درخشه و اون حدیثی است که او از پیامبر نقل کرد که این بر تاج گفتارهای آسمانی می درخشه این نگین. مهدی امین فروغی، پژوهشگر و نویسنده، که عطیه نقل میکنه، میگه که با جابر همراه شدیم برای زیارت حسین به کربلا. وقتی وارد کربلا شدیم، فلما وردنا کربلا دنا جابر من شاط الفرات. یار پیامبر بود، مرید و دلدادی اهل بیت، مجاهد 18 غزوه، شمشیر زن صفین در رکاب امیر المؤمنین علی علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله انصاری گرد پیری و کهنسالی نور چشمش را گرفته بود، چشم دلش اما نور امام را می دید. دست به شانه عطیه مسافر کربلا شده بود. 40 روز بعد از آن قیامت کبرا، پا در فرات گذاشت، غسل زیارت کرد، پارچه‌ای بر کمر بست، حوله‌ای بر دوش، در هیبت اهل احرام خوشبو و معطر ذکر می گفت و قدم بر می داشت. رو به سمت قبر امام، شانه‌هایش لرزان، دلش دریای حوز، گلویش گنجینه بغض، چشمش خیز اشک. نشستند پایین پای مزار، بیهوش شد همین که دست روی قبر گذاشت. ثم قال لي يا عطيه المسني دستمو بذار رو قبر حسین. قال عطيه فالمسته فبكى بكاء شديدا فقال ثلاث مرات يا حسين. عطيه میگه که جابر شروع کرد به گریه کردن و چند بار گفت یا حسین و از حال رفت. فرششت و علیه شیئا من الماء، آب به صورتش پاشیدم، از حال رفته بود. فلما افاق، وقتی به هوش آمد، در حال گریه پیوسته می گفت حبیب الله یجیب حبیب، صدا زد یا حسین حبیب الله یجیب حبیب. منتظر پاسخ حبیبش بود، از خودش پرسید آیا دوست جواب دوست را نمی دهد؟ حسین جان، تو همیشه سبقت سلام می گرفتی به من. جواب سوالش را هم خودش داد. دوست چگونه پاسخ دهد؟ چگونه وقتی در میان خون غلطیده؟ دوست چگونه پاسخ دهد؟ چگونه وقتی تنش اینجا سرش جای دیگر است؟ وقت عرض سلام بود به اصحاب بی سر امام، دست به سینه گفت سلام، سلام جانهای فرود آمده بر آستان حسین، سلام ای آرامش یافتگان در کنار امام. حلت فناء الحسین. گواهی می دهم نماز را اقامه کردی و زکات را ادا، به معروف امر کردید و از منکر نهی. گواهی می دهم با بیدینان جهاد کردی، جهادی تا پای جان. قسم به خدا، همان خدایی که به حق مبعوث کرد حبیبم محمد صلی الله علیه و آله را، ما نیز شریکیم با شما در مسیری که واردش شده ایم. به هر حال عبارتهایی رو داره جابر که شروع کرد به زیارت کردن و بعد جمله ای رو گفت که عرض من ناظر به این جمله است که وقتی سلامهاش رو داد گفت والذی بعث محمدن بالحق لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. مهدی امین فروغی،
پژوهشگر و نویسنده. قسم به خدایی که محمد رو بر حق مبعوث داشت، ما هم با شما در فیضی که شما برده اید شریکیم. عطیه میگه با تعجب به جابر گفتم چگونه میشه که ما با اینها در فیضشون شریک باشیم؟ نه بادیه‌ای رو طی کردیم، نه شمشیری زدیم، نه تلاشی کردیم، در حالی که اینها سر از بدنشون جدا شده، زنهاشون اسیر شدن، بچه هاشون کشته شدن. و اینجا جابر اون حدیث شگفت‌انگیز رو از پیامبر نقل میکنه. در جواب عطیه جابر گفت شنیدم از حبیبم رسول خدا که فرمود در قیامت با همون هاست شریک در مزد اعمالشان هر که راضی باشد به سیره و شیوه قومی. قسم به خدای محمد آرزوی من و یاران من است راهی که گام در آن نهادند حسین و اصحاب حسین. من احب قومن حشر معهم، کسی که یک جماعتی رو دوست بداره با اونها محشور میشه. و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم، کسی که عمل یک قومی رو دوست بداره شریک در عمل اونها. به خدا قسم من هم دوست میداشتم که با حسین در کربلا حضور میداشتم و در رکابش شهید میشدم. این حدیث که جابر ابن عبدالله در روز اربعین در روز زیارت امام حسین برای ما نقل کرده، حدیثی است که باید بر سردر عالم نوشت، شهرها نوشتند، در مکاتب مختلف عرض می شود که عرفانی می بینید این حدیث و مضمون این حدیث بحث شده. کسی که به عمل مردمی راضی بشه از اونهاست، چه در کارهای خیر چه در کارهای شر مراقبتی داشته باشیم که در واقع این حدیث در ما چگونه شکل میگیره. نینوا را نیروایت میکنم از غم مهدی حکایت. نینوا روایتی است از شیدایی دلدادگان زهر آشور تا منتظران آدینه ظهور. از غم مهدی حکایت می عطیه میگوید که من با جابر در این گفتگو بودم و داشتیم درباره این حدیث سخن میگفتیم و میشنیدیم که من دیدم از جانب شام از اون دور دست های صحرا یک گرد و خاک و سیاهی عظیمی داره به سمت ما میاد، گویی قافله ایست که داره به این سمت میاد. هنوز کنار تربت شهدا بودند جابر و عطیه، از دور صدایی آمد، غباری نمایان شد، کاروانی رو به سمت کربلا داشت از مسیر شام. به پیشوازشان رفت عطیه به فرمان جابر، بازگشت و گفت برخیز جابر، وقت استقبال است. استقبال حرم رسول خدا برو، کاروان اهل بیت است که بازگشته، به کربلا آمده اند، زین العابدین علیه السلام و خواهرها و عمه‌ها. با سر و پایی برهنه به استقبال کاروان رفت. فنظر الارهام الیه فقال انت جابر قال نعم يا ابن رسول الله فبكى الإمام وقال جابر ها هنا گریه میکرد و میدوید و میگفت فداکم ابی و امی یا آل رسول الله، و میگفت فدای شما
پدر و مادرم، ای آل پیامبر. آمد 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 تا نزدیک شد به قافله‌ای که بله امام سجاد علیه السلام پیشا پیش اون قافله در حرکت بودن. فنظر الامام الیه و قال انت جابر، تو جابری؟ امام سجاد علیه السلام نگاه کردن به جابر و فرمودن که تو جابری؟ قال نعم یا ابن رسول الله. فهین ازن بکل امام به صوت آل، امام گریه کرد به صدای بلند و قال جابر ها هنا والله قتلت رجالنا، یا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا. ای جابر به خدا قسم در این سرزمین مردان ما رو کشتن. جابر ها هنا والله صبیت نساؤنا، در این سرزمین زنهای ما رو به اسارت برد. بود اربعین روز عشق عزا، بود اربعین روز عشق عزا، به یاد اسیران کرب و بلا، رسد زینب دل شکست ز شام، کنار مزار شه سر جدا. کاروانشان مهمان کربلا بود سه روز تمام، بیقرار و عزادار و نوح خان، نه شب آرام داشتند و نه روز، از قبری بر می‌خواستند می‌نشستند کنار تربتی دیگر. امام علیه السلام ترس جان دادنشان را داشت، چاره را در فرمان حرکت دید به سوی مدینه. دلم غرق ماتم شده یا حسین، دلم غرق ماتم شده یا حسین، به ما ظلم اعظم شده یا حسین. زائران اربعین زائران زیارت ملکوت خدایند، زائرانه بخوان دعای فرج را. خدا این کاروانیانی که میرن برای زیارت اربعین حسینی، خدا به جان زینب کبرا قسم، همشون رو خواهان فرج و ظهور امام زمان قرار بده. خورشید استجابت دعا درست زیر قبه شریف امام حسین علیه السلام است که طلوع می کند. بخوان دعای فرج را به وقت طلوع زیارت. در عرض می شود که بعضی از کتب هست که مخصوصا کتاب مکیال المکارم که به امر حضرت ولی عصر این کتاب نوشته شده، برکات زیادی برای دعای برای فرج حضرت ولی عصر ذکر کردن، که از اونها این است که اگر کسی برای فرج حضرت ولی عصر دعا کنه، برای فرج گشایش کار خودش دعا کرده، که در اون توقیع حضرت هست که و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، یعنی اگر برای فرج حضرت ولی عصر دعا کردید فرج خودتون در اومد. مدح اهل بیت حاج احمد چینی. از اینجا میشه فهمید که اگر انسان سرابهای وجودش هم گرفتاری ها مشکلات گرفته باشه، اول که میخواد دعا کنه دعا برای فرج آقا کنه، سرلوحه دعاشو دعا برای فرج حضرت ولی عصر قرار بده، که از برکت دعای برای فرج امام زمان خدا گشایش به کار خودش میده و گره از کار خودش باز میکنه و باز دارد که سبب زیاد شدن نعمت است. و دیگر این که اظهار محبت قلبی، همه ما امام زمان رو دوست داریم، اما وقتی دعا برای فرج حضرت کردیم این ابراز محبته، که فرمودن محبت رو ابراز کنیم. و دیگر این که نشانه انتظاره، اگر من واقعا منتظر حضرت ولی عصر هستم، البته شرایط زیادی داره منتظر واقعی، ولی یکیش هم اینه که من وظیفه دارم برای فرج حضرت دعا کنم. و دیگر این که فرج حضرت ولی عصر جلوتر میفته، کما این که در زمان حضرت موسی بنی اسرائیل از ظلم فرعونیان وقتی به سطوح آمده بودند دعا کردند برای ظهور موسی، خدا ظهور موسی رو نزدیک کرد. ما هم اگر برای فرج و ظهور امام زمان دعا کنیم، خدا فرج حضرت رو نزدیک میکنه.
اون فشارها و اون سختیها و اون گرفتاریهایی که زمان فراعنه برای قوم موسی به وجود آورده بودند و به تنگ آمدند، به عده‌ای از خواص 40 روز اینها رفتن از شهر بیرون تو بیابونها، ناله کردن، گریه کردن، استغاثه کردن. خداوند بر اونها ترحم کرد، قیام و ظهور حضرت موسی رو جلو انداخت. 40 شبانه روز بنی اسرائیل زجو و بکاو. وقتی اینطور شد فوح الله الی موسی و هارون، موسی، هارون، برید بنی اسرائیل از چنگال فرعون نجات بدید. خدایا اینا 400 سال قراره عذاب بکشن، 230 سالش گذشته، 170 سال دیگه باقی مونده. خدا خطاب کرد موسی، من از بقیه این عذاب گذشتم، برید بنی اسرائیل رو نجات بدید، من ما بقیه عذاب رو به اونا بخشیدم. چرا؟ چون 40 شبانه روز اینا اومدن در خانه من زجه زدن و گریه. خیش را و تمام منتظران باران ظهور را میخوانم به چله نشینی های دعای برای فرج، چه این چله های نیایش و صبر رمزی است از کلید فرج. زجه زدن و گریه کرد. زجه به معنی بیقراری، داد زدن، ناله زدن. دعا فقط این که دست بلند کنی به تنهایی نیست، زجه و گریه هر دو با هم. گریه کنه زمین، خون به بار آسمان، بزن به سینه ما نوحه‌ی غم بخور. بنی اسرائیل 40 شبانه روز زجه زدن و ناله کردن، خدا گره کار اونا رو باز کرد، خدا مابقی عذاب رو بهشون بخشید. امام صادق می‌فرماید، ای خدا، امام صادق می‌فرماید به خدا قسم اگر شیعیان ما کاری که بنی اسرائیل کردن و انجام بدن و لفرج الله عنا، خدا فرج امر ما رو می‌رسونه. به جان امت بیا یا صاحب الزمان، به جان مادرت بیا یا صاحب الزمان، به جان مادرت بیا یا صاحب الزمان، به ناله‌های پشت در، به ناله‌های پشت در، بس از دیگر بیا یا صاحب الزمان، بس از دیگر بیا یا صاحب الزمان. مردم اگر 40 شبانه روز زجه بزنیم و ناله بزنیم و دعا کنیم، خدا امام زمان ما رو میرسونه. نمیارزه، نمیارزه. زجو و فکر زجو و فکر زجو و فکر به مشک عباس بیا، به عشق عباس بیا، به چشم عباس بیا، به شرم عباس بیا، به شرم عباس بیا، به یأس عباس بیا، به یأس عباس بیا، به حق عباس بیا، به حق عباس بیا. بار پروردگارا به حق کوشش های جوان مردانی آن یگان برادر، آن چشمان چون ماه آرمیده در تیرهای خصم،
عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، چشمان خسته خسته رنجور ما را به جمال یوسف زهرا علیه السلام نورانی بگردان.